پروژکتور ها آماده است، نورافکن ها، لیزر ها، جایگاه و ریگستان پذیرای شب گشایش جشنواره شرق تانلری خواهد بود یا ترانه شرق در سه شب آینده در اینجا انتخاب خواهد شد. کدام گروه از کدام کشور موسیقی خود را به صحنه جهانی خواهد آورد؟ خواهیم دید. شب گشایش ساعت 7 شروع شد و فقط هم مهمانان خاص اومده بودند و هیئت داوران نشسته و پرچم کشورهایی که در این جشنواره شرکت میکنن نشان داده شد، حتی اگر جزء داوران بودند، چون خیلی از این کشورها در اینجا اصلا اجرایی نداشتند. افغانستان، آرژانتینا، آرژانتینا، آرمانستان، آرمنیا، ایران، ایران، Amerika Birleşmiş Devletleri. The United States of America. Uzbekistan. رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزایف هم از تاشکند اومده بود به این شب گشایش و هنرمندانی هم که شب‌های بعد قرار بود اجرا داشته باشن داشتن مراسم رو نگاه می‌کردن. علت این که به جای پایتختشون تاشکند، این پایتخت فرهنگی یعنی شهر سمرقند و به خصوص ریگستان رو برای این جشنواره انتخاب کردن، ارزش تاریخی این قسمته. ما در ریگستان هستیم. علت این که میگن ریگستانه، فرضیه‌های مختلف هست. یکیش هست که رودخانه اینجا بوده که خشک میشه و بهش میگن ریگستان، بستر خشک رود بوده. زمان بهش گفت فرزند امیر تیمور. امیر تیمور، تیمور یعنی آهن و یک مرد آهنین زمان خودش بوده که ترس آفرید و تمام ایران بزرگ اون زمان رو فتح کرد، از وسط ترکیه امروزی تا پایان خراسان اون روزها که میشه ترکمنستان و افغانستان. فرزندش اولوغبیک این مدرسه رو میسازه که مرکز علمی و مذهبی زمان خودش بوده با زیبایی های خودش. البته از دوروبر ایران معمار و هنرمند میارن که این کار انجام بده. در روبروش 300 سال پیش، یعنی چند صد سال بعد از این، این بنا رو میسن به اسم شیردار و میگن این همون شیر و خورشیده، ولی ما به وضوح داریم میبینیم که آن حیوانی که آنجاست، آن درنده، شیر نیست بلکه ببریست. با این حال به این بنا میگن شیردار، یعنی اعتقاد دارن که این شیر بشه. در اون زمان به ببر و پلنگ شیر میگفتن، همونجوری که به هلو و شلیل میگن شفتالو. اینجا اولین شیر و خورشیدی که ما می‌بینیم برمیگرده به دوران هخامنشی. در مهری که الان در موزه هرمیتاژ هستش در روسیه، اردشیر دوم هخامنشی می‌بینیم که در روبروش شیر و خورشید و آنایتا هستن. خورشید نشانه مهر و آیین مهر، آناهیتا که نشانه مادر هستی هستش و شیر که نشانه جاودانگی و بیزمانیه و خدای زمان نشانه شیر بوده. اولین شیر و خورشید مال زمان هخامنشی بوده. و بدین گونه بود که نماد خورشید خانوم پدید آمد که اوج تابشش مرداد ماهه، برج شیر. بعد این نماد محو میشه و میره، شکل‌های مختلفی میاد. یک بار در همین دوران تیموری در اینجا می‌بینیم 300 سال پیش، و بعد در دوران قاجار شیر و خورشید با شمشیر حضرت علی میگن که در دستش نشان ایران میشه و تا انقلاب سال 57 این نشان ایران باقی میمونه. بعد از این دو بنا همون 300 سال پیش طلادار رو میسازن که این بنای روبرویی هستش که گویا زمانی گنبدی طلایی داشته. اون چه که خواهید دید خلاصه ای از شب گشایش شرق ترانه لری خواهد بود. ترانه شرق که سه شب مسابقه است بین ده ها گروه از کشورهای مختلف آسیا و اروپا که در اینجا هر دو سال یک بار بهترین آهنگ رو از بینش انتخاب میکنن. چه کسی برنده خواهد شد؟ فعلا گشایش رو ببینیم. اوزبیک حلقیم
این جشنواره بزرگ فرهنگی آسیا با کمک مالی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد که به یونسکو معروفه 24 سال پیش آغاز شد و هر دو سال یک بار هم برگزار میشه. من 14 سال پیش که اومده بودن این جشنواره برام جالب بود که موسیقیشون بیشتر غربی بود، موسیقی کلاسیک بود، حتی رقصا باله بود، ولی این بار تاکید روی لباس ملی، موسیقی سنتی و موسیقی محلیشون بود که جذابترش عطا کرده بود. زبان رسمی مردم ازبکستان ترکی ازبکی هستش، با اینکه گویش‌های مختلفی هم در اون خطه هست، چون هم مرز تاجیکستان هم و سمرقند و بخارا مردمش فارسی زبان هستند. در ازبکستان نژادها و قوم‌های مختلفی زندگی می‌کنند. اکثریت اما ازبکن، ولی روس، تاجیک، قزاق، قارقالپاق یا کلاه سیاه و تاتارها هم جزء ترکیب قومی این سرزمینند. و در این شب افتتاح هم زبان، هم لباس، هم رقص و آواز این قوم‌ها نمایش داده شد.
شب گشایش جشنواره و مسابقه شخ تانلری آغاز شد که جشنواره با شکوه بود. رئیس جمهور این کشور که مرزها رو در این سالهای گذشته باز کرده و از مردم خواسته که از دوربر دنیا به اینجا بیان هم سخنرانی کوتاهی داشت. آقای شوکت میرزایف نماینده یونسکو هم اینجا مادام اودری آزوله یونسکو دایرکتر جنرال حرف بسیار زیبایی زد و اینو گفت که فرهنگ ها و هنرهای محلی در انزوا میمیرند و باید در جمع در پیوستن به دنیا رشد کنند. حرفای بسیار زیبایی بود که شنیدیم شب و با نورهای رنگی این فضای باستانی که زمانی حوزه علمیه بوده، زمانی مرکز دانش بوده، مرکز مذهب بوده و داد و ستدها، اصلا فضای امروزی گرفت و فضای پر از یک دستی بین ملت‌های مختلف، بین مردم که اومده بودن از کشورهای مختلف با آهنگا زدن و رقصن، چیزی که این جشنواره داره بهش بها میده، چیزی که داره در دنیا امروز به خاطر موسیقی الکترونیکی و کامپیوتر از بین میره و اون موسیقی اصیل محلی و همه به بعد سه شب مسابقه شروع و ادامه پیدا خواهد کرد. بین 75 ملیت و شاید بیشتر از این تعداد 75 گروه هایی هستن که اینجا میخونن و داوران قضاوت میکنن و یک ملیت و یک گروه انتخاب و برنده جایزه میشه که در شب چهارم اعلام خواهند کرد. ولی فعلا بقیه برنامه رو گوش کنید و ببینید کیف کنید. به افتخار اینکه نماینده یونسکو بانوی فرانسوی بود، اون شب یکی از آهنگ‌های خاطره‌انگیز فرانسوی رو این ارکستر اجرا کرد. Come back to us, said.
Yalla ola şeyli.
و این بود گزیده از جشن شب افتتاح این دو سالانه ترانه شرق در ازبکستان. نمونه هایی از موسیقی اقوام ازبکستان حتی روزها که از زمان همبستگی این کشورها زیر پرچم شوروی به یادگار ماندند در آن شب اجرا شد. در برنامه های بعدی با گروه هایی که در این جشنواره و مسابقه شرکت کردن هم آشنا میشیم و متوجه میشیم که موسیقی محلی و اصیل امروز کشورهای مختلف در چه جایگاهی قرار گرفته. در فاصله نچندان دور از همین ریگستان چراغانی شده تیمور لنگ خوابیده است، خوابی که از او ربوده شد و ناخواسته طلسم پلیدی آزاد شد. در برنامه بعد